ساخت خبرها. بعضی خیال میکنن که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل میکنه. این اشتباه بزرگی است. تأکید مجدد رهبر ایران بر ممنوعیت مذاکره با آمریکا. آیت الله خامنه ای میگوید آمریکایی ها هیچ امتیازی نخواهند داد. تلاش برای کاهش تعداد زندانیان در ایران، مجلس با دو فوریت طرح تقلیل مجازات حبس را موافقت کرد. فروش بخشی از سهام بزرگترین شرکت نفتی جهان آرامکو وارد بازار بورس ریاض می شود. یک سال بعد از گیر افتادن فوتبالیستا، غارهای شمال تایلند دوباره به روی گردشگران باز شد. سلام و عصر بخیر. رهبر ایران میگوید مذاکره با آمریکا ممنوع است و این ممنوعیت راه نفوذ دشمن را میبندد. آیت الله خامنه ای در آستانه 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت مذاکره هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. او همچنین با اشاره به تلاش فرانسه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا گفت رئیس جمهوری فرانسه یا خیلی ساده است یا همدست آمریکایی هاست. باران عباسی و جزئیات بیشتر. بعضی خیال میکنن که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل میکنه. این اشتباه بزرگی است. 100% اشتباه میکنه. دیدار سالانه رهبر ایران با دانش آموزان و دانشجویان. یک روز قبل از سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران. میگوید مذاکره با واشنگتن ممنوع است و نتیجه ای نخواهد داشت. قطعاً و یقیناً اگر چنانچه مسئولین جمهوری اسلامی ساده لوحی می کردند و می رفتند می نشستند با مسئولین آمریکایی مذاکره کنند، هیچی گیرشون نمی آمد. منتقدان حکومت ایران اما گفتگو را نه ساده لوحی بلکه قدم اول برای کاهش فشار حداکثری آمریکا می دانند. من معتقدم از دولت ترامپ اگر سیاست خارجی ایران اصلاح بشه، بنا به نیازهایی که خود ترامپ داره، جمهوری اسلامی میتونه امتیازهای بیشتری بگیره. ولی آقای خامنه‌ای همه مسیرها رو مسدود کرده و با استبداد رأی خودش خلاف نظر ملت و خلاف اکثر نمایندگان قریب به اتفاق نمایندگان همین مجلس خودش داره همون طبل باطل رو گوش میکوبه. احتمال مذاکره بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا بیش از یک ماه پیش اینجا قوت گرفت. نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل. حسن روحانی اما گفته بود اول باید تحریم ها علیه ایران لغو شود و آمریکا به برجام برگردد. تنها راه برای گفتگو بازگشت به تعهدات است. شرطی که به گفته رهبر ایران از سوی خود او تعیین شده بود. من یقین داشتم که این عملی نخواهد بود، اما برای اینکه خب همه روشن بشه براشون گفتم خیلی خوب، اینا از خطایی که کردند، از برجام خارج شدن، برگردن تحریما همه رو بردارن، بعد تو مجموعه برجام شرکت کنن، حرفی نداریم. بنده میدونستم نمیشه این. خب نشد، قبول نکردن. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از رهبرانی که در تلاش برای ترتیب دادن دیداری بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا بود. اینجا به حسن روحانی میگوید شاید دیگر فرصتی مثل این پیش نیاید. پاسخ رئیس جمهوری ایران تنها خنده بود. آیت الله خامنه ای اما امروز جوابی روشن‌تر داشت. اینکه امانوئل مکرون یا ساده است یا همدست آمریکا. اینکه از اروپا هم کاری ساخته نیست. رها کنید. حالا نمیگم من رابطه ها رو قطع کنید. نه، رابطه ها هم باشه. کاری کسی میتوانه بکنه بکنه، منتها دل نبندید به اونا، دل ببندید به داخل. آنچه آیت الله خامنه ای دل بستن به داخل مینامد اما تا امروز گره ای از مشکلات اقتصادی ایران حل نکرده. با ادامه تحریم ها انتظار می رود اقتصاد ایران امسال 9.5% کوچکتر شود، ارزش ریال پایین تر بیاید و بیکاری افزایش پیدا کند. راه حل از نگاه رهبر ایران اما همچنان مقاومت است.
انقلاب قوی تر از این حرف هاست، جمهوری اسلامی محکم تر از این حرف هاست، اراده حاکم بر جمهوری اسلامی به توفیق الهی اراده پولادین و عزم راسخه و اجازه نخواهد داد که آمریکا دوباره با این ترفندها به کشور برگرده. باران عباسی، بی بی سی. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه ایران میگوید تصویب نشدن لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی تیر خلاص به شبکه بانکی ایران است. غلامرضا انصاری تاکید کرده که پیوستن به FATF شرط حضور سامانه بانکی ایران در بیرون از مرزهایش است، چه بانک مورد نظر در افغانستان و سوریه باشد چه در اروپا. به گفته او حتی کشورهایی که رابطه نزدیکی با ایران دارند اعلام کردند که بعد از مهلت تصویب این لوایح دیگر نمیتوانند هیچ نقل و انتقال بانکی با ایران انجام دهند. نمایندگان مجلس ایران با دو فوریت طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری موافقت کردند. این طرح برای کاهش شمار زندانیان است که به علت جرایم کیفری دوران حبس شدنشان را می‌گذرانند. در صورت تصویب نهایی این طرح، مجازات حبس بیش از 6 ماه در همه جرایم تعزیری به نصف کاهش می‌یابد. به گفته محمد جواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در اسلام فقط برای 10 جرم مجازات تعیین شده و روشن نیست که چرا در ایران برای تعداد زیادی از جرایم مجازات حبس در نظر گرفته می شود. نعمت احمدی وکیل دادگستری در ایران درباره تلاش مقامات ایران برای کم کردن جمعیت زندانها به ما چنین گفت: ما یه معضلی با قوانین جزاییمون داریم که تنقیح نشدن. ما بیش از 2000 عنوان مجرمانه داریم که دست قضات دادسرا رو و دادگاه کیفری رو باز گذاشته برای محکوم کردن متهم، و نگاهی هم که قانونگذار گفته باید نگاه به اصطلاح تفسیر به نفع متهم باشه، با تأسف ما یک نوع هنوز کلانتری محور یا ضابط محور در محاکم کیفریمون داریم و همین باعث شده که عملا جمعیت زندانیانمون زیاد بشن. با این نوع قوانین ما نمیتونیم به اون مرحله حداقل استاندارد منطقه‌ای، نه جهانی، منطقه‌ای برسیم. بر کیفیت را آغازی است. من یک آمار کوچولویی بدم. در سال 57 جمعیت ایران 6 میلیون نفر بود. تعداد پرونده های جاری در دادگستری نزدیک به 900,000 نفر، کمی بالاتر پایین تر در همین محدوده، و زندانیان هم چیزی تو مایه های 9,000 نفر. جمعیت ما 2 برابر با 1/100 بالاتر شده ظرف این 40 سال، اما جمعیت زندانی ما شده 270,000 نفر و مهمتر از اون پرونده هامون شده 17 میلیون پرونده. خب این به باور من یک فاجعه است. ما ورودی زندان سالیانمون 600,000 نفره. 270,000 نفر تهنشین میشه. 600,000 نفر سابقه زندان پیدا میکنن در طول یک سال. خب این باید یک فکری به باور من براش کرد و این برازنده یک نظام انقلابی برخواسته از اراده مردم نیست. از آقای احمدی پرسیدیم که در این طرح چه فکری برای مجرمان خطرناک شده. دولتی که خیلی جاها در داخل و خارج پول داره خرج کنه، این 270,000 زندانی مسئله نیست خرج کردنشون، اما چه لزومی داره؟ یعنی دولت در هر حال به نظر من سیستم و دستگاه قضایی و حداقل اوغلای قم به این نتیجه رسیدن، خب فایده‌اش چیه؟ ما یه جوانی رو میگیریم روانه زندانش میکنیم، امروز ممکن تخم مرغ دزد بوده، فردا میاد این شتر مرغ دزد میشه. خب حاصل این نوع برخوردها چیست؟ میگن هیچ موقع ما تونستیم با زندان کردن و با قوانین شداد و غلاظ جرم رو کم کنیم. نه، اصلا این نیستش. مجرمین خطرناک که نمیان بیرون. شما اگر به نوعی نگاه کنید به حوادث رو، میگن طرف بعد از 40 بار، 50 بار، 20 بار، یا مثلا در ساری قطع دست کردن گفتم 29 بار سرقت کرده. من تعجب میکنم، یعنی هر دور این آقا سرقت کرده آزادش کردین؟
آیا همین قوانین موجود نسبت بهش اجرا کردین؟ خب 29 بار سابقه را از کجا میگید؟ به اقرار خودش یا وجود پرونده؟ نه، مجرمین خطرناک رو شامل نمیشن. مجرمین متهمینی که اگر مورد حمایت قانون قرار بگیرن ما اون متهمین عادی رو تبدیل به مجرمین خطرناک نخواهیم کرد. نعمت احمدی بود، وکیل دادگستری از تهران. شرکت آرامکوی عربستان بخشی از سهام خود را در بازار بورس ریاض عرضه می‌کند. این اقدام برای کاهش وابستگی عربستان به نفت و تامین مالی برنامه‌های بلندپروازانه ولیعهد سعودی برای توسعه اقتصادی و رفاهی این کشور است. اعلام عرضه سهام شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی در بازار بورس ریاض. این یعنی سرمایه گذاران عمومی حالا می توانند بخشی از سودآورترین شرکت جهان را بخرند. شرکت نفتی که تا حالا دولتی بوده. این واقعا روزی تاریخی است. ما با خوشحالی اعلام می‌کنیم که سهام شرکت آرامکو سعودی را در بازار بورس عربستان عرضه می‌کنیم. مدیر عامل آرامکو می‌گوید که حمله دو ماه پیش به تأسیسات نفتی این شرکت تأثیری در شرایط مالی و تجاریش نداشته. حمله‌ای که عربستان و غرب گفتند کار ایران است، اما ایران این ادعا را رد کرد و گفت کار حوثی‌های یمن است. به گفته منابع آگاه انتظار می‌رود آرامکو فعلا 1-2% از سهام خود را در بازار بورس ریاض عرضه کند که حدود 20-40 میلیارد دلار ارزش دارد. خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید کل شرکت آرامکو ارزشی معادل 1200 میلیارد دلار دارد. البته عربستان می‌گوید که این رقم 2000 میلیارد دلار است. عربستان بعد از ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد و بعد از آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت است. این اقدام اخیر عربستان بخشی از برنامه اقتصادی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی است. برنامه اقتصادی که چشم‌انداز 2030 نام گرفته برای تحول اقتصاد این کشور تا سال 2030 میلادی با هدف کاهش وابستگی اقتصادی عربستان به نفت. رکن اصلی برنامه 2030 کاهش اتکای عربستان به اقتصاد نفتی بود و عربستان نیاز مبرمی به سرمایه گذاری و منابع مالی داره که بتونه اقتصاد خودش رو، یعنی وابستگی اقتصاد خودش رو به نفت کم بکنه. واگذاری سهام آرامکو در بورس یکی از اقداماتی هست که میتونه به عربستان کمک بکنه که با کاهش وابستگی خود به اقتصاد نفتی بتونه در راستای برنامه 2030 قدم برداره. این برنامه همچنین شامل سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی است برای بهره بردن از آفتاب سوزان در بیابانهای وسیع این کشور. بدون شک عرضه سهام در بازار بورس گامی مهم برای تحقق چشمانداز 2030 است و به برنامه‌های مورد نظر برای تحول کشور کمک خواهد کرد. توسعه صنعت گردشگری از دیگر برنامه‌های این چشمانداز است. دو ماه پیش عربستان گفت درهای کشور را برای اولین بار به روی توریست‌ها باز می‌کند با تسهیل ویزای توریستی برای اتباع 49 کشور و سختگیری کمتر برای پوشش زنان گردشگر. عربستان می‌خواهد تا یک دهه آینده 3-10% از درآمد ناخالص ملی‌اش را از گردشگری تأمین کند. با توجه به آگاهی عمومی در مورد تغییرات اقلیمی، استراتژی آرامکو هم از نفت داره به پتروشیمی و گاز و LNG تغییر پیدا میکنه که میتونه با استقبال خوب سهامداران و کشورهایی که مایل به خرید سهام این شرکت هستند روبرو بشه. حالا تأمین منابع مالی برای تحول اقتصادی عربستان به استقبال سرمایه گذاران منوط شده در دنیایی که در حال فاصله گرفتن از نفت است. پرهام قبادی، بی بی سی. از حسن منصور، کارشناس اقتصاد، درباره عرضه سهام آرامکو در بورس ریاض پرسیدیم. این صحبت در حدود یک سال همینطوری شنوار در بازار، ولی درصدی معلوم نشده. صحبت 1%, 2%, 5% شده. تا جایی که امروز میدونیم هنوز درصد مشخصی را اعلام نکردن. این به نیازهای مالی عربستان بستگی داره. بودجه سال آینده عربستان در حدود 50 میلیارد دلار کسری خواهد داشت. آقای بن سلمان ارزیابی کرده که میتونه با 1% عرضه کردن از سهام آرامکو حداقل 15 میلیارد دلار، اگر 2% باشه بین 30-40 میلیارد دلار به دست بیاره. به این ترتیب فعلا روی این برنامه میگذارن. بستگی به ارزیابی بازار و استقبال مشتریان داره. به احتمال قوی استقبال قوی و مجموعه
دارایی این شرکت بسیار بالا ارزیابی میشه، یعنی در حدود 2 تریلیون دلار صحبتش هست، ولی مجموعه انرژی عربستان در حدود 35 تریلیون دلار ارزیابی میشه. به این ترتیب شرکت در جایگاه محکمی قرار داره. کاخ سفید بار دیگر از حضور یکی از کارکنانش در کنگره برای پاسخگویی به سوالها درباره تحقیقات مربوط به طرح استیضاح دونالد ترامپ جلوگیری کرده. از رابرت بلر، دستیار رئیس دفتر دونالد ترامپ، دعوت شده بود تا دوشنبه به مجلس نمایندگان برود و به سوالهای کمیته های تحقیق پاسخ بدهد، ولی وکیل آقای بلر میگوید که کاخ سفید به او دستور داده تا از این کار خودداری کند. مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه بعد از چند هفته بررسی کلیات روند استیضاح رئیس جمهوری را با وجود مخالفت جمهوری خواهان تصویب کرد. خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایار، عدم حضور آقای بلر در کنگره تا چه حد مانع تحقیقات کنگره خواهد شد؟ کاخ سفید قبلا هم سعی کرده با منع کارکنان خودش برای حضور در مجلس نمایندگان مانع از تحقیقاتی بشه که برای بررسی امکان استیضاح آقای ترامپ در حال انجام هست در مجلس نمایندگان، اما همیشه موفق نبوده. از جمله که هفته گذشته شاهد این بودیم که مایکل وینمن، سرهنگ دوم ارتش آمریکا و فردی که رئیس اداره اروپای شورای امنیت ملی کاخ سفید هست، در مجلس نمایندگان حاضر شد و صحبت از این کرد که زمانی که مکالمه تلفنی آقای ترامپ رو میشنیده با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری جدید اوکراین، نگران شده و این نگرانی رو به مشاور حقوقی این شورا منتقل کرده. رابرت بلر هم که ازش دعوت شده که فردا در کنگره حاضر بشه و گفته که حاضر نخواهد شد، این هم یک فردی هست که در زمینه امنیت ملی به مایک مولوینی، رئیس دفتر آقای ترامپ، کمک میکنه و او از افرادی هست که مکالمه تلفنی آقای ترامپ و آقای زلنسکی رو شنیده و در جریان مکالمه هست و نمایندگان کنگره هم میخوان که اطلاعات بیشتر در این رابطه داشته باشند. منتها دعوت از او شده، براش احضاریه فرستاده نشده و وکیلش گفته که این فرد الان گیر کرده بین دو قوه مجریه و قوه مقننه و خواسته های این دو قوه در تضاد با یکدیگر هستن، بنابراین تصمیم گرفته که فعلا در مجلس نمایندگان حاضر نشه. اما این مانع از تحقیقات مجلس نمایندگان نخواهد بود. پنجشنبه مجلس نمایندگان کلیات تحقیقات خودش رو در رابطه با امکان سنجی استیضاح تصویب کرد. از جمله مصوبات این مجلس این هست که از این پس میتونند سوال و جواب هایی که با افراد مطلع در این رابطه صورت میگیره رو به صورت تلویزیونی هم پخش کنند، که این یک مرحله جلوتر میبره روند بررسی استیضاح رو. البته با توجه به اینکه دقیقاً از امروز یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرصت باقی مانده، بعضی از تحلیلگران دارن هشدار میدن که این قضیه داره بیشتر شبیه به یک سیرک سیاسی میشه و در نهایت میتونه به جای اینکه به نفع دموکرات‌ها تموم بشه، به ضررشون تموم بشه. خشایار، خیلی ممنون از شما. خشایار جنیدی از واشنگتن با ما. معترضان عراقی امروز هم در بغداد به خیابان‌ها رفتند. منابع بیمارستانی و امنیتی می‌گویند در تجمعات دیشب دست کم یک نفر کشته شد و ده‌ها نفر زخمی. با وجود آنکه رئیس جمهوری عراق 3 روز پیش وعده انتخابات زودرس داد، معترضان همچنان به تظاهرات ضد دولتی ادامه دادند. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. بغداد ساعاتی پیش، معترضانی که از یک ماه پیش در تظاهراتی ضد دولتی به خیابان‌ها آمدند، می‌خواهند دولت برود. می‌گویند از فساد خسته شده‌اند. به اعتراضا ملحق شدم چون می‌خوام حق و حقوقم رو پس بگیرم. ما می‌خوایم کشورمون رو پس بگیریم. من خونم رو رها کردم تا به معترضا ملحق بشم. اومدم تا آب و موز و پرتقال به خرج خودم بین معترضا توزیع کنم. اونا رو به قهرمان‌ها میدم. اونا پسرای منن. اونا از ما محافظت می‌کنن. و این میدان تحریر دیشب، هزاران نفر اینجا جمع شدند. منابع بیمارستانی و امنیتی میگویند در درگیری‌های شنبه شب یک نفر کشته شد، ده‌ها نفر زخمی شدند. ساختمانی رو به میدان تحریر که به نماد اعتراض‌ها بدل شده.
این ساختمان خالی حالا خانه موقت معترضان است. در تظاهرات اول اکتبر پلیس ضد شورش از بالای این ساختمان به سمت ما گاز اشکاور میزد و تیراندازی میکرد. برای همین ما این ساختمان رو به کنترل درآوردیم. نیروهای امنیتی چند باری تلاش کردند ما را از ساختمان بیرون کنند اما موفق نشدند. کشته‌های زیادی دادیم اما از این ساختمان خارج نمیشیم چون رو به میدان تحریره. و این هم تجمع معلولان در بغداد. آنها به معترضان عراقی پیوسته‌اند. حق و حقوق ما سالها به خاطر فساد مالی، اداری و حقوقی نادیده گرفته شده. متاسفانه خواسته های ما برای نخست وزیر مهم نیست. اون هم وقتی 4 میلیون از جمعیت معلولند. معترضان گاهی علیه دخالت‌های کشورهای منطقه از جمله ایران در امور کشورشان شعار می‌دهند. بعضی از منابع می‌گویند معترضان در نجف نام خیابان اصلی شهر را که 3 سال پیش به نام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده بود به شهدای اکتبر تغییر دادند. لقد كان الاخ رئيس الوزراء رئیس جمهوری چند روز پیش گفت موافق برگزاری انتخابات زودرس است و نخست وزیر هم قبول کرده کنار برود. وعده های او اما معترضان را راضی نکرده. هزاران نفر از معترضان دیروز همه جاده های منتهی به بندر ام قصر در نزدیکی بصره را بستند. بندری که بخش مهمی از واردات غلات و روغن از طریق آن صورت می گیرد. ام قصر از چند روز پیش که معترضان در ورودی آن را مسدود کردند تعطیل شد. در اعتراض‌های 1 ماه اخیر بیش از 250 نفر کشته شدند. معترضان می‌گویند تا به خواسته‌هایشان نرسند در خیابان‌ها می‌مانند. خیابان‌هایی که گاهی جای سوزن انداختن در آنها نیست. فیروزه اکبریان، بی بی سی. در پی وقایع مسابقه تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و استقلال 7 نفر دستگیر شدند. معاون سیاسی وزارت کشور ایران گفته که همراه داشتن پرچم کشورهای دیگر در رقابت‌های داخلی لیگ خلاف امنیت ملی است. بعضی از هواداران تیم تراکتورسازی روز شنبه هنگام بازی این تیم با استقلال پرچم ترکیه را به دست گرفته بودند. این حرکت به معنای حمایت از عملیات نظامی ترکیه در مناطق کردنشین سوریه تعبیر شده. این گروه همچنین با سلام نظامی و سر دادن شعارهایی از ترکیه حمایت کردند. در همین حال وزیر ورزش ایران هم خواهان تشکیل کارگروه به قول او صیانت از ارزش‌های اخلاقی در محیط ورزشی شد. پیشتر از امیر متقی خبرنگار ورزشی پرسیدیم که چطور شد وزیر ورزش ایران خواهان تشکیل نهادی برای صیانت از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی شده. ببینید اتفاقی که در جریان بازی هفته گذشته استقلال و تراکتورسازی در تبریز افتاد این بود که بخش از هواداران تراکتورسازی در واقع پرچم ترکیه را به دست داشتند. این اولین بار نیست که این اتفاق افتاده. پیشتر هم در استادیوم تبریز شاهد این بودیم که پرچم آذربایجان در دست هواداران پرچم کشور آذربایجان در دست هواداران تبریزی بوده و خوندیم جاهای مختلف که بعضی از اونها اعتقاد دارن که باید آذربایجان جدا بشه از ایران و در واقع به عنوان آذربایجان جنوبی ادامه بده. ببینید در بخش دیگه ای داشتیم که همونطور که شما هم گفتید حمایت از عملیات نظامی ترکیه در سوریه انجام شد با دادن سلام نظامی و با دست نوشته هایی که درش به صورت مشخص از جدایی طلبی حمایت شده بود. این رو ما نمیتونیم بگیم که چند نفر خاص بودن و حالا با دستگیریشون دیگه این اتفاق در تبریز نخواهد افتاد. این اولین بار نبوده و در صورتی که مشخص نشه که در واقع این چه منبع و چه جریانی رو داره بار آخر هم نخواهد بود. این حرکت هواداران تراکتور در پیوند با حرکت بازیکنان ترکیه در بازیشون در ماه گذشته میلادی بود که اونها هم سلام نظامی دادن و
اینجا در زوریخ یکی از همکاران ترک تبار من از فیفا هفته گذشته پرسید که آیا این در واقع حرکت بازیکنان تیم ملی ترکیه براشون تبعاتی خواهد داشت، محرومیتی خواهد داشت، که فیفا پاسخ داد که در حال بررسی و ارزیابی شرایط هستن و احتمال داره تا بازی آیندهشون در دو هفته آینده این حکم اعلام بشه برای ترکیه. امیر متقی بود، خبرنگار ورزشی از زوریخ. غارهای استان چیانگرای در شمال تایلند دوباره به روی گردشگران باز شده. این غارها از پارسال که اعضای یک تیم فوتبال همراه مربیشان 17 روز در آن دستگیر شده بودند، بسته شده بود. تیفنی سوینی گزارش می‌دهد. این غار که یک خانواده اداره‌اش می‌کند حالا بازگشایی شده و برای اولین بار بعد از حادثه سال گذشته میزبان گردشگران است. حدود یک سال پیش 12 پسر بچه همراه مربیشان وارد این غار عظیم در شمال تایلند شدند تا بعد از تمرین تفریح کنند. سفری که به شدت با مشکل مواجه شد. آنها 17 روز در غار گیر افتادند. اما سرانجام با یک تلاش بین‌المللی به کمک بیش از 90 غواص از غار نجات پیدا کردند. پارسال بیش از 1 میلیون نفر از اینجا بازدید کردند، اما به کسی اجازه ورود به غار داده نشد. داشتیم کم کم منطقه رو بهتر می‌کردیم. امروز یه شروع تازه است. حالا در مرحله آزمایشی می‌خوایم ببینیم که چند نفر رو می‌تونیم به داخل ببریم. الان مطمئنیم که می‌تونیم ورودی غار رو کنترل کنیم. برای همین به گردشگرها اجازه ورود دادیم. در روز اول 2000 نفر از این غار بازدید کردند. خیلی فوق‌العاده است. یه معجزه بود که اون پسرها تو غار گیر کردن و آسیبی ندیدن. بکنم خوش‌شانس بودن. مرگ یکی از اعضای داوطلب گروه نجات که درون غار کپسول هوایش تمام شد، میزان خطر این عملیات را نشان می‌دهد. حالا یک سال از آن ماجرا گذشته. داستان این بچه‌ها در چند کتاب و فیلم مستند منتشر شده و مجوز تهیه سریالی بر اساس آن برای نمایش در سایت نتفلیکس صادر شده. تیفنی سوینی، BBC نیوز. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.